بینندگان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه شب یلدا باز مهمون عزیزی همراه ما از در استودیو، دوست خوبم و دوست هنرمندمون آقای کامیار عزت‌پناه. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شب یلدا. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو بند دادین که در یک چنین مناسبت نمادینی خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم. اجازه بدین طبق سنت ایرانی ها من هم این شب یلدا رو با فالی و با شعری از حافظ شروع کنم. فرمایید. بر سر آنم که گرز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سر آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نوز خورشید جوی بو که برآید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به در آید. با این امید که شب ظلمانی حکومت آخوندی هم به زودی با طلوع مهر آزادی به سر آید و مردم ما هم به رهایی برسند انشاءالله. حالا آقای عزت‌پناه، در مورد شب یلدا نگاه‌های متفاوت زیاد هست و خب تعابیر زیادی هم شنیدین تا به حال. اگه میشه شما هم برامون کوتاه بگید که نگاه شما به این مناسبت و این جشنی که ایرانی‌ها دارن در این روز چی هست؟ شب یلدا، خب البته همه، هر کسی، هر ایرانی من فکر می‌کنم یک تاریخچه‌ای از اون در ذهن خودش داره، یک تعریفی داره، کمون که در اکثر نواحی ایران هم بالاخره شب یلدا رو یک نمادی میدونن. ولی اون چه که در همه مشترکه اینه که شب یلدا پایان تاریکی ها و شروع و یا آغاز تولد دوباره خورشیده، چون خورشید روزا شروع میکنه به طول میشه. آره، طولانی ترین شب سال و برشتی شب ها کوتاه‌تر میشه. این نمادش رو بیشتر برجسته میکنن. و جالب ترجمه که اینم نه تنها در کشور ما، بلکه در خیلی از کشورهای دنیا، از جمله اسکاتلند، چین، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خیلی هم شبیه کشورهای نوردیک تو همین ایام، یعنی بله دقیقاً همین شبو، یعنی شبی که بعدش زمستون شروع میشه، اینو جشن میگیرن. و من البته تا جایی که میدونم قدیمی ترین کشوری که این سنت اصلا توش وارد شده ایران هست. و چه بسا از ایران به جای دیگه رفته باشه. بله، چون این شب چله هنوزم البته تو ایران به این، خود یلدا اصلا یک کلمه سوریانیه، یعنی از زبان سامی به زمان ساسانی به ایران وارد شده. ولی به هر حال از همین الان هم توی بعضی نواحی ایران، از جمله زادگاه خودم لرستان، به این شب میگن شب چله، حتی نمیگن شب یلدا، میگن شب چله، که این چیز باستانی ایرانی هست. بله. ولی شب یلدا کلا همین که گفتم نماد پایان یک تاریکی است و شروع یک روشنایی. و جالبه که این در ادبیات و در شعر و ادبیات و موسیقی ایران هم جاریه و در بسیاری از نواحی ایران شب یلدا رو، اصلا موضوع یلدا وارد موسیقی شده و در قالب دو بیتی ها و چیزا اینجوری وارد شده و مردم اینجوری جشن میگیرن. حالا شما اشاره کردید به اینکه در آثار هنری این مضمون منعکس شده، حالا شاید نه مستقیما با اشاره به خود یلدا، ولی بخاطر این مضمون پایان تاریکی ها. خوب اینجا یک صحبت هم داشته باشیم راجع به نقشی که اساسا هنرمندان میتونن داشته باشن در به پایان رسوندن این شب، یا با قول شما برای طلوع اون آفتابی که قرار بیاد. به نظر شما آیا توی این دوران ویژه، این دوران خاصی که یک جامعه تو چنین شرایطی قرار میگیره، هنرمندان نقش مشخصی دارن، میتونن داشته باشن، وظیفه‌ای بهشون حاکم هست یا نیست به نظر شما؟ بله، من اول اشاره بکنم به این که خب ما با یک رژیمی مواجه هستیم در ایران که در حداقل صدهای اخیر نمونش نبوده در شقاوت. به همین دلیل از هر سنخی، چه از هر رشته‌ای، چه ورزش، چه موسیقی، چه شعر، چه ادبیات، تمام اینایی که به مخالفت برمیخیزن با این رژیم، این خودش از نظر من نمودی و نمادی هست از همون طلوع خورشید. به طور خاص هنرمندان و به طور خاص من موسیقی رو انگوش میذارم. چرا؟ چون این یک رشته ای هست که از همون ابتدا این رژیم، یعنی رژیم ولایت فقیه و رژیم خمینی و الان هم خامنه‌ای، ضدیت خودش با این رشته خاص به عتم وجه نشون داده و اصلا شده یکی از ویژگی های
این رژیم، ضدیت با موسیقی و با موسیقی دانا، کمان که به انها طرق محدودیت های مختلف از همون ابتدای زمان خمینی بر روی مثلا اصلا موسیقی که میخواست تو رادیو تلویزیون پخش بشه، قوانینی اصلا واقعا مسخره‌ای که گذاشتن، تا سرکوب، تا دستگیری حتی هنرمندان، تا ما هنرمندان بسیاری رو داشتیم از جمله هنرمندان زن هنر... به طور خاص، به طور خاص مثلا هنرمندان مشهوری به اسم مثلا به تا جایی یادم آقای یاحقی و یا خالقی، اینا کسایی بودن که تحت فشار سازشون حتی رو سرشون مثلا شکوندن، یا خیلی از هنرمندان حتی امروزی که استادن واقعا در زمین در رشته خودشون سالها تو زندان بودن، تو اوین بودن، یا به قول شما روی زنها که اصلا یک فشار مضاعفیه، یعنی حتی زنها نه تنها از برگزاری کنسرت در کنسرت‌های عمومی محرومن و قدغن این کار براشون، بلکه حتی صدای زن هم در موسیقی که مثلا یک مرد درست کرده باشه، از مثلا صدای زن به عنوان کور استفاده کرده باشه، از یک لولی اگه بالاتر باشه اون اصلا اجازه انتشار پیدا نمی‌کنه. من دیگه رو تک خونیدن که حساسیت عجیب غریب دارن اصلا. به همین دلیل هم هست اتفاقا، از همین ضدیت میشه فهمید که چرا هنرمندان بزرگ و مشهور و نامدار ایرانی در مخالفت با این رژیم یا پیوستن به مقاومت و یا اصلا جلای وطن کردن و بالاخره دارن کار خودشون در خارج کشور در مخالفت با این رژیم با آثاری که تولید میکنن نشون میدن. و این تصادفی نیست. مثلا خب ما خواننده نامدار و مشهوری مثل خانم مرضی داشتیم که اومدن پیوستن، آقای امادرام داشتیم، آقای آندرانی که داشتیم، همین الان اونایی که خوشبختانه در قید حیاتن، اساتید بزرگی مثل آقای شمس، هنرمندای ارجمندی مثل آقای امیررام، خانم گیسو شاکری و خیلی عادی آقای جورک و زنده‌یاد خانم مرجان، خب همه اینها نشون دهنده اینه که از وقتی از بالاترین سطح موسیقی ایرانی میان میپیوندن به مقاومتی که وایساده جلوی این رژیم، دقیقاً نشون میده که این رژیم چقدر فاصله داره با موضوعی به اسم موسیقی و هنر. و در واقع این هم همون نقشی که میتونن ایفا کنن برای رسوندن همون، بسیار موثر. بله این چیزی که خوب شد اشاره کردین، اتفاقا نقش موسیقی بسیار بسیار موثر، شاید من بگم شاید دیگه من از نظر خودم میگم موثرترین موثرترین، چون با یک آهنگ، با یک کلام و با یک آهنگ نفوذ کلام آهنگی شما میتونین یک تظاهرات، یک قیام را بندازین. شما همین الان نگاه کنین، از خوندن دست جمعی مثلا مرغ سحر این رژیم میلرزه، از خوندن دست جمعی سرود ای ایران این رژیم میلرزه، سری نیروهای سرکوبگر میتسه. جالبه که مردم هم همین رو تشخیص دادن و تو خیلی از تجمعاتشون از همین شیوه استفاده میکنن. شما میگفتین اتفاق نشون میده که مردم هم به همین چقدر به همین امکان و همین ابزار اعتقاد دارن و درش استفاده میکنن و میبینیم که به نوعی اون نقشی که میتونن با هنر در مقابل این رژیم داشته باشن رو ازش بهره میجوان و این خب نقشی که هنرمندان دیگه هم میتونن ایفا کنن رو چند برابر میکنه. همین گفته شما مبین همینه که هنرمندان چه نقش واقعا مؤثر و مهمی الان دارن، به خصوص من خطابم به جوانان هنرمنده که چون الان میدونم که همشون مخالف این رژیمن و تا جایی که میتونن، تا جایی که میتونن از طریق خوشبختانه از طریق چیزای وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، یوتیوب و غیره میتونن کارشون رو ارائه بدن و این خودش اشاعه مخالفت با رژیم و اشاعه نوید همینی که گفتم، نوید طلوع همون خورشیدی که پایانگر این شب یلدایی که بر میهنمون حاکمه هست. خیلی ممنون از شما، انشاءالله همین که گفتید رویه بشه برای همه هنرمندامون که در این زمینه نقش موثرتری بردارن، به طور خاص تو این شرایطی که میهنمون قرار داره و بیش از هر زمان دیگه به این روحیه مقاومت نیاز داریم. ممنون از شما آقای عزت‌پناه که با ما همراه بودید در این گفتگوی کوتاه در ویژه برنامه شب یلدا. با امید پیروزی. خیلی ممنون.
در رابطه با پیشینی تاریخی یلدا و فلسفه برگزاریش، خب حتما زیاد شنیدین، زیاد خوندین، ولی خب چون مناسبت شب یلدا هست خوبه یادآوری بکنیم که تو لغتنامه ده خدا یلدا رو برگرفته از یک واژه سوریانی معنا کرده که مفهومش میلاد هست، ترجمهش میلاد هست، و ایرانیان باستان این شب رو شب میلاد الهه مهر یا همون میترا میدونستن. جالبه که بلندترین و سردترین شب سال شب تولد میترا هم هست، همون میترایی که الهه روشنایی و نوره، همون که سمبل کیش مهر و تجسم امید و شوق و اشتیاق است. پس با این حساب در پشت پرده اون تصور اولیه یک صفبندی هست، یک جدالی هست، یعنی باز هم صحبت از رویارویی نور و ظلمت، روشنایی و تاریکیه. یک طرف سرمای سوزان و شروع زمستان، یک طرف گرمای مهر و عطوفت آفتاب، یک طرف شب و خاموشیه، یک طرف چراغانی و موج صدا. خب وقتی این رویارویی رو میگیم مشخصه که در واقع با این مقدمه بایستی بریم به سراغ بخش دیگری از مصاحبه با اشرفیان که امیدواریم متوجه شما قرار بگیره. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. از همینجا درود میفرستم به همه خلق قهرمان ایران، مخصوصا کانونهای شورشی که شعله امید و مقاومت رو در شبهای تار میهن زنده نگه داشتن. قطعا این جنگ و مقاومت شما زمستان سرد و سیاه ولایت فقیه رو تبدیل به بهار آزادی میکنه و امیدوارم به زودی شاهد بهار آزادی در شبهای تار میهن باشیم. از اشرف سه قرارگاه بیقراران به تک تک شما درود میفرستم و این باور و ایمان رو دارم که ما پیروزی رو میسازیم. پیروز باشید. سلام می‌کنم به همه هموطن عزیزم در داخل کشور. یلدا همتون مبارک. این شب که دورترین شب ساله، کشور ما در تاریک‌ترین دوران خوش به سر می‌بره، اما به حکم طبیعت این روشنایی و گرما غلبه می‌کنه بر سرما و تاریکی و حتما هم با کانون‌های شورشی ما می‌تونیم این فصل سرما و این ولایت فقیر رو سرنگون کنیم به امید اون روز که دور نیست و در این شب‌هایی که خلاصه میخوان با کرونا و ناامیدی و فقر و بدبختی یلدای ما رو هم تو سرمون خراب کنن، ولی ما با شادی و سرحالی اون رو تو سرش میکوبیم به امید پیروزی. از اشرف سه از قلب تپنده مقاومت به همه مردم عزیزمون تو ایران، به همه جوونا، به همه کانونهای شورشی، به همه آزادخواهایی که سیاهی شب رو دارن میسوزونن با شورشگریشون، با فریادهاشون، با صداهاشون، با هر ندایی که میدن شب یلدا رو شب شکنه بر تاریکی ها و سپیدی رو میخواد بیاره، من تبریک میگم به همشون به امید روزی که ما ایران آزاد رو داشته باشیم، دور هم تو میدون آزادی جمع میشیم. من یلدای 99 رو به همتون تبریک میگم. امسال سال پیروزی شورشگران پیروزی میسازم. شب یلدا از شهر اشرف به همه هموطن عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که هر چه زودتر این سیاهی و تاریکی و تباهی رژیم آخوندی به زغال بشینه و بهار آزادی به ایران عزیزمون بازگرده. از اینجا یک بار دیگه این شب مبارک رو به همه شما تبریک عرض میکنم. از اشرف سه به همه همیهنان عزیزم
شب یلدا رو تبریک میگم. همچنین از جمله به همشهری عزیزم در بابل، آمل، بابلسر، قائمشهر درود بر شما. انشالله که امشب و خوب و خوش و خرم جشن بگیرید، عین سالهای قبل، دوران قدیم که دور هم جمع میشدیم. الان هم به کوری چشم آخوندار به خود خامنه‌ای ملعون و جنایتکار جشن بگیریم، شادی کنیم. در سال 1920 یک مجموعه اکتشافات باستان شناسانه در مصر صورت گرفت که میگن مجموعه دانسته های قبلی رو به کلی زیر و رو کرد و در مقابل اون کل اون مجموعه قبلی چیز چندانی به نظر نمی رسیدن. حالا نزدیک 100 سال بعد یک گروه انیمیشن همین موضوع رو دست گرفتن تا اون رو به شکل متفاوتی بازتاب بدن، البته با وارد کردن عناصری مدرن، در واقع ترکیبی از باستانشناس، شتر، تبلت و اهرام ثلاثه که این موضوع یک انیمیشن کوتاه طنز هست که در این قسمت اون رو میبینید.
خب نمیشه شب یلدا باشه و جمع هموطنان ما هم جمع باشه اما صحبتی از هنر و به خصوص موسیقی نباشه. در ادامه ویژه برنامه امشب با یکی از هنرمندان عزیز مقاومت همراه هستیم و قصد داریم گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم. بله. آقای امیر آرام مهمان گرامی ما هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که شب یلدا تا این لحظه بهشون خوش گذشته باشه. سلام آقای آرام. سلام عرض می‌کنم. سلام از ماست. می‌خواستم خدمت شما و خواهران برادران در شهر شرف، مجاهدین، فرشتگان این زمین و کانونهای شورشی و ملت تحت ستم سلام عرض کنم و شاد باش بگم به این شب بزرگ که آخرین شب پاییزه و شروع زمستانه. من در خدمتتون هستم. بفرمایید انجام وظیفه کنم. خب آقای آرام، در ابتدا میشه به ما این توضیح رو بدید و نظرتون رو در این رابطه بگید که به نظر شما اهمیت گرامی داشت سنت‌هایی مثل شب یلدا به طور خاص در این دور زمانه برای مردم ما در چی هست از نظر شما؟ بله، همونطور که میدونید که تاریخچه شب یلدا در ایران باستان سالیان سالی که برگزار میشه، یعنی چند هزار ساله که این به هر حال سنت برگزار میشه در تمام شهرهای ایران و به هر حال شبی است که طولانی تر از شبهای دیگر و ایرانی ها دور هم جمع میشن که در واقع نشون بدن در کنار همان در واقع یک اتحاد واحد دارن و شبهای زیادی ما داریم، شبهای عید داریم، به هر حال سنت‌های بسیاری داریم، ولی اگه توجه کنید می‌بینید که این اهریمنان آخوندی با همه شادی ایرانی‌ها چه سال نو باشه، چه یلدا باشه، چه به هر حال شبها و روزهایی مثل این چنین مخالفن. چرا ما مخالفن؟ به دلیل اینه که تجارت میکنن. اونها میخوان ایرانی ها در غم و اندوه و سیاهی، تاریکی افکار، اندیشه، گریه، زاری، زجر، فقر، درد زندگی کنن، ولی خودشون تمام لذایز دنیا رو ببرند. سالیان سال است، قرن هاست که این کار رو میکنن، ولی امید است که به هر حال شرایط ایجاب میکنه که اینها آخرین نفس هاشون رو دارن میکشن و تمام برگ هایشون بازنده است و من قسم میخورم به اعتقادات خودم که ایران ایرانی آزاد خواهد بود، ایرانی خواهد بود الگوی کشورهای مترقی جهان. من شک ندارم که روشنایی و خورشید در ایران خواهد تابید. به هر حال یلدا یکی از افتخارات سنتی مردم و ملت ایران است و اجازه میخوام که تبریک بگم به تک تک ایرانی ها در هر کجا که هستن و به امید آزادی و پیروزی در ایرانی نوین. درود بر شما. آقای آرام، چه تمثیل زیبایی رو به کار بردید و چه توصیف
زیبایی از پیوندی که این سنت با مبارزه مردم ایران برای آزادی داره. من یه کار سختی بهم سپرده شده الان، از من خواستن که از شما یکی از ترانه‌هاتون رو درخواست کنم. کار سختی از این بابت که هر کدومی که فکر می‌کنم جدا از زیبایی خود ترانه‌ها، هر کدوم یادآور خاطرات مشخصی است که در این سالیان طولانی که شما در کنار مقاومت ایران، در شورای ملی مقاومت ایران تلاش و فعالیت خودتون رو ارائه کردید، هر کدوم یه خاطراتی داره، از روزهایی که در اشرف برنامه اجرا کردید، در قرارگاه‌های مختلف ارتش آزادی بخش، در گرد همایی‌های مختلف، تظاهرات مختلف، در خلاصه فراز و نشیب‌های یک مبارزه همیشه هنر شما بوده. بنابراین یه خود انتخابش سخته، ولی می‌خوام به هر حال اگه بخوام یک انتخاب رو خدمتتون عرض کنم، می‌خواستم خواهش بکنم اگه ممکنه براتون ترانه احساس رو که چند بار در فرصت‌های و موقعیت‌های مختلف اجرا کردین، می‌خواستم خواهش کنم که برامون اجرا کنید. چای حتما این کارو می‌کنم، حتما در خدمتتون هستم. فقط یه موضوعی رو من فقط یک اشاره کوتاه بکنم، بعد درباره به حال اینا این توضیح خواهم داد خیلی کوتاه. اون هم اینه که به حال برای اتمام صحبت‌های خودم می‌خواستم به حال یه نتیجه گیری بکنم. بله بله. نتیجه گیری اینه که این دنیا، این کره زمین و این هستی رو پایه عشق آفریده شده، رو پایه عشق و آزادی، و اینو نباید فراموش کنیم. شما اگر نگاه کنید میبینید حتی در حیوانات درنده عشق و محبت وجود داره و در تمامیت موجودات بر حال اون ذات و ماهیت عشق، وقتی که موجودی احساس امنیت کنه و احساس آزادی کنه، میبینید که سرشار از عشقه و این عشق رو ما نباید از دست بدیم به خاطر یک مش اهریمنان که آمدن و ایران رو به گروگان گرفتن. و ما باید به هر حال تا اونجایی که امکان داریم، همونطور که رهبر مقاومت گفتن، مبارزه تا آخرین قطره خونمون خواهیم کرد. ببخشید، تشکر و سپاس و درود بر شما. اگر بشه فقط یک توضیح هم بدید در مورد که این ترانه‌ای که الان مسعودم گفت، ترانه احساس، که در مورد این ترانه اگر بتونید توضیح بدید که این ترانه چه ویژگی داره. بله، عرض کنم خدمت شما که این ترانه یکی از آخرین کارهای منه که در واقع ساخته شده و به هر حال درباره عشق صحبت میکنه، درباره عشق موجودات، عشق انسانی، درباره این صحبت میکنه که زندگی روی لطف و مهر و صفاست، دنیا روی ورحال گرچه درد کشیدیم. یه قسمتی است که میگویم اگه هر دردی کشیدم در نهایت تو رو دیدم، با نگاهت جون گرفتم، پر زدم، بالا پریدم، باورم نمیشه هستی تو کنار من نشستی، نکنه خواب و خیال، نکنه چشمام تو بستی. منظور از این ترانه چیزی نبود جز احساس. نقاش عالم کشید عکس تو از گل یاس، زیر درخت سروی نوشته حال دلدار، شاید نسیمی آید آن را برد سوی یار. به حال این رو تقدیم میکنم واقعا اون مردم ملت تحت ستم آخوندی، و بدونید که ما تمام ثانیه‌های زندگیمون به فکر شما هستیم و از تلاش و کوشش باز نیستیدیم، و این رو میدونید خودتون که به هر حال مقاومت شبان روز مبارزه میکنه برای رسیدن به آزادی، و شکی نیست که محقق خواهد شد.
نگاه به سوی هزار ستاره در شب، هزار لطافت گل شبنم و یاس و گلبرگ، هزار نسیم پاییز به چشم تو چه بیرنگ، هزار نفس کشیدن، هزار صدا شنیدن، به قلب لحظه رفتن، به اوج عشق رسیدن، هزار صدا تو سینه به سوی تو به فریاد، سکوت شب شکستن به چنگ و نغمه و ساز. خیلی ممنون آقای آرام، تشکر میکنیم از حضورتون توی این برنامه و قطعه‌ای که تقدیم کردید و اینجوری در واقع همون هدفی که خودتون داشتید در ایجاد شادی برای مردم ایران توی این شب به یادماندنی نقشی داشتید و ما هم خیلی خوشحال شدیم که شما رو توی این گفتگو توی این فرصت همراه خودمون داشتیم. تشکر میکنم از دعوتتون. زنده باشید و خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
مقاومت ایران امروزه در سراسر جهان حامیان و دوستان خودشو داره، در همه جا از جمله در بین هنرمندان جهان. دکتر شاندرا واندرهارت، استاد سرشناس موزیک و هنرهای نمایشی که بیش از 100 اثرش رو در زمینه‌های کنسرت و اپرا در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا و آسیا تا حالا ارائه کرده، از طریق سیمای آزادی پیام به همبستگی و حمایت خودش رو از مردم ایران ارسال کرده و همینطور یک قطعه رو به مردم ایران تقدیم کرده به مناسبت شب یلدا. Good evening from Vienna, Austria. My name is Shanda Vanderhart, and I would like to wish everybody watching a very happy Yalda celebration and strength and fortitude in your ongoing struggles for democratic freedom. I'd like to dedicate songs recorded recently at the Konzerthaus in Vienna. I hope they remind you, as they do me, that even in the darkest of times, there is so much beauty in this world. سلام میکنم به برنامه خوبتون، سلام میکنم به هممیهنان عزیز و شب یلدا رو به همه تبریک میگم. صحبت رو از اونجا آغاز میکنم که دیروز دوستی برام کارت تبریکی فرستاده بود و روش نوشته بود شب یلدا مبارک. با خودم فکر کردم که راستی شب یلدا رو چرا تبریک میگن، چون به هر حال شب یلدا طولانی ترین شب ساله و شب هم نشوندهنده سیاهیه. اما دیدم یک واقعیت در شب یلدا هست. طولانی ترین شب سال آغاز کوتاه شدن شب هم هست. و همین دلیل هم در اشعار فارسی به صبح رسوندن شب یلدا رو به فال نیک میگیرن. برای ما البته به فال نیک گرفتن با خیزش و جنبش و شورش همراهه. ما و مردم ایران عزم کردیم که شب سیاه میهن رو با قیام و شورش خودمون به صبح آزادی برسونیم. به هر حال فکر میکنم بهتر بیشتر صحبت رو ادامه ندم و بپردازم به دلیل حضورم تو این برنامه که خوندن یک شعر باشه. شعری که خدمت شما تقدیم میکنم نامش هست شورشگران. تقدیم به همه شورشگران آزادی که یلدای میهن رو به صبح پیروزی متصل خواهند کرد. شورشگران هر گوشه در هر کوچه هستند،
شورشگران رعداشیان و بیشکستند، با سرزمین مادری با این سرای جاودانی عهد بستند، از پای ننشینند یک لحظه، به خود نیندیشند یک دم نیز، تا عشق را، نان را، رهایی را به میهن بازگردانند، تا دشت های بایر دانایی و دانش، تا جنگل خشک خرد را بارور سازند. شورشگران آموزگار کیمیا هستند، لبخند را بر چهره، شادی را به دلها هدیه بردن کار هر کس نیست، هر روز و هر شب صدق ورزیدن، فدا کردن، آواز و شور و نغمه در قاموس کرکس نیست. شورشگران پرچم به کف، برق امید و آرزو در چشم، روسوی آفاق رهایی نغمه می‌خوانند. آتش جواب آتش است، آری زان سوی اقیانوس سرخ آزمون، آنها آیین راه و رد شدن را خوب می‌دانند. شورشگران پیروز میدانند، شورشگران همواره بیدارند، خورشیدوار آتش به جان در کار، در کارند، چون آینه این چشم بستن را، ندیدن را نمی فهمند، چون صخره قد قامت میان موج، آنها خمیدن را نمی فهمند. شورشگران پا پس کشیدن را نمی فهمند، آنها میان جمله های تلخ پایان فعل آغازند، تا قله فتح و ظفر بیباک می تازند. شورشگران پیروزی و تغییر می سازند.